و اون زمان تا به حال هزار بار شکر میکنیم که دین اسلام در افغانستان مستقر است و انشاءالله که تا به قاف قیامت مستقر میباشه. و حال فعلا در شهدای سالین 3500 اصحاب پیغمبر در خاطری خودم است. غوث صاحب شاید که از خودتان هم باشه که ما شما در وقتای جوانی که بچه خیل بودیم که میرفتیم، یعنی پایلوچ میرفتیم لیکن حساب حرمت به حساب حرمت که جساب پیغمبر دفن است. لیکن بدبختانه و ما ایره چندین بار در تلویزیون ها گفتیم که میره دولت باید است متوجه باشه کنه دو شهدای سالین کلش خانه جور شد. این خانه ها یا بدرفت ندارن چی جواب پیش خدا خواد گفتیم و ما دولتی در تقاضا دارم که جلوی وضعی ها گرفته شود. چرا اونجا 3500 اصحاب پیغمبر دفن است که در قادمی لالجمه بن انکمال که در گردنی شهدا هست، عبدالرحمن بن ابوبکر هم در قادمی به بچه کلان حضرت ابوبکر صدیق هم اینجا دفن است که در تواریخ میگه ما از خود نمیگم. در اونجا در شهدای صالحین پنجه شاه هست که جایش شما در پرده تلویزیون شاید ببینید که پنجه شای ولایت مهاب است در سنگ، جای به اصطلاح پای مبارک است و خدر پادشاه است که چشمه خدر پادشاه که هر کسی یک مریضی یک چیزی داشته باشه کجا یک قطر آب از زیره بخوره هم به توفیق خدا خوجه خدر حیات نبی هم مرضشان گم بشه. و به اصطلاح شاه طاووس پادشاه است که شما در گردنه شهدا نارسیده زیارت شاه طاووس، شاه قطب حیدر علی در زیر که از ولی ولای وقت خود بوده که اجدار کال شما سنگش هم اونجا کمش مانده کمش سنگش ها برده و اصطلاح جانباز بلاگردان است که یک قصه جانباز بلاگردان براتان خدمتتان تقدیم کنم. میگن پدرای ما قصه میکنن که جانباز بلاگردان یک مرد بود در خرابات فیلی با وطان هم داشت، دکاندار بود. این شب تا بسیار نوقت شب در دکان خود میشست، شهر کونه هم پس کوچه های زی که دکان داشتن تا بسیار نوقت در دکان های خود میبندن از بدی مردم. و همیش یک زن میامد چادری در سرش و غیر لوچی در کابل نبود، کل اگه دلاق و چادری میامد از این سودا میگرفت و دستایش همه تا به سلاخی نکدگی. بالاخره یک روزی با وطار میگه کالی تو چی رقم آمد تو مرد هستی؟ خب بالاخره اینجا فریب میته و بابتا رو گرفته میبره سونه شهده های سالین بیا که بریم شهده اینجا خو خاناست اونجا خود دشت بود و چگه چیز نبود غیر می زیارت ها هیچ جاباتی نبود. یک به اصطلاح باغ بود به نام باغ سعید میگفتنش کالوها کلش خانه شده. اینه که میبره یا غار میباشه در میغار که میدونی که چادر میکشه صاحب که دندانا چی میگه چشما تا به اینجا شیشک این بابتا ایران میمانه که دیگه چی چون مرد خدا بوده دستای خی نکده گیو ابرا میکنه که در بلاخ مانده میگه که همین جوان ها متوجه باشن ایره بیادر بسار که چی میکنه میگه که ما نان نخوردیم هم یک دقم اگر نان میگه که نخوردیم و نان ها میتمد یه خواهش تا براورده میسازم همی همشیر نما که شیشک است. این مبرای همی سنگ که ددان غار میباشه همی سنگ کش میکنه در ایجه خودش میره می چادری خودم میگیره می پشتنان بابا تا هر چی که میکنه کی سنگ شور به تنه میتا خب بسیار کلمه به خان و دگه کو نام خلای بی نیاز بگیو بالاخره سنگ یک کمی چی میکنه که مبرایه امی که مبرایه که شیشک با اصطلاح کمی زن ما ای پیدا میشه ای بابا تا پیش ایده میردش سر رب العالمین زیارت ها شو که میشه دروازهش قلف میشه به اصطلاح جانباز بلاگردان دروازیش قلف همین بابتا که میرسه به قدرت لایزالی خدا دروازه واز میشه بابتا که می درون متر رای زوف میکنه دروازه خراب پس پیش میشه. این هر چیزی که میکنه نمیتونه تا که از قلای اشمت خانش و دای سوالین صدای آزان مبرایه صدا میکنه که ای بابا همره در دنیا بود اگه خدا تا را بس کده و این مرد خدا بابتا به اوش میه میبینه که دروازه پیش خوب رفته که روشن میشه پس مبراید که پس شام که میشد بابتا از این خاطر رو به نام جانباز بلاگردان تا فعلا نامش است. و سی اغر پاچه هست که در هر دای مارم تماما علمایی که در شهر کابل است اموجا میره و نموجا دعا میشه و دیگه میشه خدا غریق رحمت کنه می فخر الدین آقا را پیش آقا فخر الدین اموجا دعا و نادخانی میکرد و حال خدا عمر دراز به تاج سی فاروق
و او هم ده هر سال در گردنی شده یک دعا به تمام اسلام های جهان خصوصا مردم کابل یک دعا میکنن. اینی قصه شهدای صالحین و یک چیز دیگه براتون بگویم غوث که مردم کابل بسیار مردم مدن حلم دانش فرهنگ کلتور مردم کابل بود. متاسفانه متاسفانه که در کابل هیچ کابلی نمانده تا در پارلمان یک کابلی ما شما وکیل نداریم و مردم های پدرای ما میگفت که عجب باد و هوای داره کابل، عجب خوج صفای داره کابل، زیارت کنیم عاشقان و عارفان را که عجب شیمز بچای داشته کابل. انشاءالله عالم داره سبیت چکتان خراب میکنید. این دو, دو, دو تا جوان ما شما هستیم سبیت قربان سرتان دیگه خود خود نمی؟ بلا شما نگی شما خود گذر مطرم هستیم کشتی میگید حاضر هستیم گفت خود سیست که از ما شما خود بسلا پدرای ما و خود ما شما در وادای جوانی روغن زرد خوراک ما بود. ارچال روغن نباتی دیگه بازم خدا سپرد ما شما به خدا و از علای بنیاز غوث ما میخوایم یک خدا نه تماما مسلمان های کلمه گوی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم که علای بنیاز ما شما را با ایمان آورده علای بنیاز ما شما را با ایمان ببره دیگه چیز نمیخوایم. جناب آقای صاحب واقعا لذت بردیم. خواهش میکنم. همونطور که من لذت بردم ما یقین دارم که بیننده های گرامی ما در هر کجایی که صحبت های شیرین شما را شنیدن اما خاطره های گذشته و یاد های گذشته دوباره برشان زنده شدن و بخصوص برای نسل جوان کشور ما که در بیرون از افغانستان رشد کردن شما من حیث یک صفحه از تاریخ بر از اونا بسیار چیزها را آموختین که من از شما سپاس میکنم. حتما در لابلا بازم صحبتهایی با شما میداشته باشیم و حال میخواییم که چند صحبتی از آقای غوث ظلمی هم داشته باشیم که ایشان چی صحبتهایی دارن و ما... شما بازم آجیسه چون هر لحظه وقت آدم صحبت میکنه خاطره ها یاد آدمه یا حرف ها یاد آدمه همین کوچه خودش یک کوچی است که سر تا سر خاطره بوده کوچی معروف داشت همین دکان شما قدامت از این چه خست این دکان ما بسیار میبخشین پدر ما خدا غریق رحمتش کنه حاجی فیض محمد نام داشت به نام کاکا فیضو مشهور بود تماما مردم شهر کابل قدیم که در اطراف و یا در خارج است با پدر ما شناسایی داشتن وکیل منطقه بود و آدم خدا کل مردای آل اسلام غریق رحمت کنه و پدر ما را و ما از پدر امی دوکان مونده تخمینا 200 سالم زیاد هم قدامت از دوکان میشه امی دوکان بله و امی خانه بالا ما از خود ما از پدر بر ما مونده و ما پدرم هم دکاندار بود و ما خودم هم درس خواندیم از سنه چند بگویم تا سنه 18 که ما در مکتب بی بی شامل شدیم عزیز بچه ولی مایار هم سنفی ما بود بابای بچه برگت خورم دلخال هم سنفی ما بود همی به اسطلاح آجی زراب گل کال بچهش نجیب زراب نام داره و یک تاجرهای مشهور افغانستان ما شماست و هم سنفی ما مکتب ما بود و چون پدر ما در سال 1335 برازای خدا رفت وقتش بوده شد بسند 95 سالگی از امو که پدر رفته دیگه ما مکتب ایلا کردیم نمی دوکان پدر هست. آجی صاحب یک سوال دیگه هم دارم که امیدوار هستم که هم برای ازی که ما دیروزی که پیش شما آمدم چند قطع عکس از امی کوچه گرفتم بله. و ایره وقتی که ما به انترنت و به فیسبوک گذاشتم دوستایی که سنشان از مکده بیشتر بودن واقعا نشته کردن که با دیدن این کوچه و مخصوصا خانه شما را که نمایش عکس گرفته بودم گفتن عشق در چشمای ما جاری شد. شما یک مختصر دیگه از این کوچه عاشقان عارفان تا زیارت عاشقان عارفان هم بره بیننده گرامی ما اگر محبت کنین چرا این کوچه نامش عاشقان عارفان است و چقدر قدامت داره؟ اطلاع خدمت شما عرض کنم پدر خان که این کوچه حضرت عاشقان عارفان اولادی به اصطلاح خوجا صاحب انصار است به اصطلاح و دوم دیگه در این منطقه در هر گذرش که بری یک زیارت است. مثلا این میشه که ما شما دوکان ما به نام گذر ملا غلام عاشقان عارفان یاد میشه و بالاترش بری چای راداری عاشقان عارفان یاد میشه. کی؟ چای راداری عاشقان عارفان چای راداری عاشقان عارفان چی به اصطلاح که چار راست و بالاتر شو طرفش به نام بالقلای عاشقان عارفان خانقای پالوان نمیشه خانقای پالوان صاحبم در این چای راداری عاشقان عارفان است که 465 سال قدامت داره خانقای غوثی آزم دستگیر است پیری پیدا و خانقای سید گلاب مرشد و خود باغ علی مردان است
و خانقای چشتی اینا به اصطلاح در چوک گمنام است. این سه خانقای بسیار تاریخی است و اینی طرف که میرین زیارت میانجی که جام یک زیارت است به نام زیارت شاقن پاشا و میانجی، یک مسجد است به نام مسجد به اصطلاح غازیان. این مسجد چرا مسجد غازیان میگن؟ که از این که قدامت بسیار تاریخی داره، جنگ اول افغان انگلیس از اینجا منشأ گرفته، جنگ دوم افغان انگلیس که پدرم قصه میکرد که غلام نبی خان چرخی و عبدالقدوس خان همیجا آمدن، پدر ما از خانه برایشان چای برد و صبح غازی امان الله خان شمشیر خود در مسجد ایدگاه فیلی شمشیر خود کشید که برای به خانه کعبه و به این خانه الله سوگند یاد میکنم که تا استقلال افغانستان نگیرم شمشیر مده غلاف نمیمانم. و حضرت عاشقان عارفان دو برادر هستن که یکیش خواجه عبدالصمد یکیش خواجه عبدالسلام نام داره و اولادی به اصطلاح از خواجه صاحب است که اولاده به اصطلاح به سلسله به سلسله به حضرت صدیق قدبن میرسه. خواجه عبدالله انصاری که در هرات قرار داره اولادی از اون هستن و ما پدرای ما میگفت که حضرت عاشقان عارفان و این واقعیت هم داره، هر کسی که در شهر کابل در آید گشنه نمیمانه. از این که حضرت عاشقان عارفان زامن کابل است و در شهر کابل بسیار زیارت هاست که هر کدامش به اصطلاح در جمله اولی ولای وقت و فعلی خود میره و زیارتگاه عام خاص است. آقای صاحب یک جان تشکر میکنیم، چند لحظه با آقای آقای صاحب غوث المی صحبت میکنیم، ببینیم که دیگه چیز کدام خاطره ها پس دوباره به یاد شما میاد در لابلای صحبت ها پس به شما برمیگرده. یک چیزی براتون بگویم که آقای غوث المی یک کس یک شخص شناخته شده کل افغانستان در خارج و داخل است و پیشتر گفتین که بلبل به اصطلاح رادیوی افغانستان و تلویزیون وقت افغانستان بوده. متاسفانه دیگه بگویم چون یک بوتان در پای از اینا شد و خدا برکت روی حبیبش آقای غوث المی عمر دراز بده، آدم با خدا آدم با ایمان. من از بسیار سالا شناخت با آقای غوث المی دارم، مثل برادر، مثل یک برادر. ما فقط مثل یک برادر خود میداریمش و آدم مسلمان، آدم با دیانت، آدم بسیار با تقواست. تشکر جناب وکیل صاحب، صحبت های بسیار شیرینه داشتن و واقعا که اصلا دل ما نیست که از این دوکان بسیار تاریخی که قدامت 200 سال داره ما بریم بیرون، باید ساعت ها بشینیم پای صحبت های جسیب حرفایشان رو گوش کنیم. یک تاریخ زنده از کشور ما هستن که واقعا اینا غنیمت هستن و خوشبختانه که اینا برنامه های هم دارن در تلویزیون، در معرفی کابل، در معرفی چهره های کابل که واقعا برای مردم ما آموزنده هستن. جناب آقای جسیب، تعریف بسیار زیبایی از آقای جسیب غوث زلمی که رئیس شورای ژورنالیستان افغانستان هم هستند کردن که من فکر میکنم امی صحبت آقای جسیب من حیث یک ریش سفید، من حیث یک مسلمان مؤمن کشور ما کافی باشه که من حرف نزنم. البته چهره آقای غوث زلمی بر همگان آشناست. این ضرور به این نیست که من تعریف کنم یا از اینا بگویم، ولی خوب است از اینا مشنویم که اینا چی صحبت های در رابطه با کابل و آثار تاریخی کابل و یا گفتنی های دیگه که خودشان در نظر دارن داشته باشن. آقای غوث زلمی، بسیار تشکر از اینکه فرصت بر ما هم دادین و ما برای وکیل صاحب از زبان مولانای بزرگ بلخ میگیم که هیچ ترتیبی و آدابی مجو، هر چی میخواهد دل تنگت بگو وکیل صاحب. گپای گپای ما من گپایی که یاد شما میه حتما سه مرا تصیب بکنین. ما میم در مورد امی دیوارهایی که در کوهای چهار طرف کابل است که چه وقت ساخته شد، دیده میگن به حساب روایت تاریخ که در زمان یفتلی ها ساخته شده و این بالای سر هم جایی بوده که باید در پشت دیوارا تک استحکاماتی میبوده که دیوارا که بر دفاع کابل ساخته شده بود زمان رد بلشا و زنبورکشا قسمه که وکیل سیم گفتن باید محافظه صورت میگرفت که دیوارها هنوز هم نمایان است و معلوم میشه. بالای سر کابل منطقه یا شهرکی بوده که ریسفیدای ما کسایی که زندگی داشتن بنا این بالای ساری وارا میشناختن. بالای سر کابل نه تنها در کابل است بلکه غیر از کابل پایتخت افغانستان زمان بگرام بوده، زمان کاپیسا بوده، زمان غزنی بوده، قندهار، هرات هم پایتخت های ما بوده که در اوجه ما بالای سرهایی داریم. این بالای سر کابل
موقعیت خاص سوق الجیشی داشته. این بالای سار زمان شهرک نظامی بوده، زمان پوهنتون بوده برای محصلین، زندان بوده، زندان سیاسیون، بچه های نادرشاه همیجه بندی بوده، همیجه بچهش یک بچهش که برادر خود کور کرده همیجه بندی بود، یک بچه تیمرشاه بسیار جوان که شعر هم گفته بود که زندان دیگه به ما نمیزه، به ما تا چه وقت باید این زندان باشم. شعر معروفه در تاریخ ثبت است که در سن 20 سالگی میشه فوت میکنه. تاریخ بسیار طولانی داره که خدا بیامرزه احمد علی کوهزاده در کتاب بالای سار کابل خود تحت 800 عنوان بسیار مشرح بالای سار تشریح کرده که این برنامه ما شما گنجایش دور نداره. اما بالای سار در طول تاریخ خدمات زیاد تاریخی سوق الجیشی و امثال هم داشته. مثلا زمان مرحوم داود خان قطعه 32 نظامی ما اینجا بود، قطعه کماندو بود و در آخر بله صبح گفتم پوانتون اینجا بود درس خواندن و این دو دفعه تکر تکر شده. یک دفعه جنرال رابرت در سال 1879 میلادی به خونبهای یا گرفتن خونبهای کیوناری ایره به خاک خون کشید بالای سار با مردمش. و یک بار دیگه هم در اگر غلط نکنم در سال فکر میکنم 1151 هجری قمری بوده که نادر قلی افشار حمله کرد و این را تکر تکر ساخت. خب جنجال های زیاد را این بالای سار ما دیده. در پهلوی از این شهدای صالحین جایی که هر جمعه یا هر روز مردم های ما میرن به زیارت، زیارت دو صحابه کرامی که جا خفته هستن، حضرت تیم صاحب انصار و جبیر انصاری یا زبیر که میگن، جابر شما گفتین که در مدینه منور هستن اونا. خب در اینجا روزای جمعه نعت خوانی های میشد تا زمانی که یاد من که من بچه بسیار خردسال بودم ما رو فامیل ما میبردن اونجا به نمازا و از اونجا به نماز عادت کردیم مثلا 6-7 سالگی به بعد. اگر در مورد شهدای صالحین گپ بزنیم باید کمک در تاریخ خود کمک پیش بریم یا به عقب برگردیم. میگن در اواسط قرن 7 میلادی که سال 23 هجری شوه عرب ها بار اول در دروازه های کابل نمودار شدن. بعد از او از طریق نیشاپور، هرات و بلخ به طرف کابل پیش روی کردن. در این زمان جناب عبدالرحمن ابن سموره که قماندان یا فرمانده لشکر اسلام بود به طرف کابل میان و دینمی دیوارها و این منطقه شهدای صالحین درگیر میشن با ردبلشاه و ردبلشاه این از این منطقه بالای سار کابل و شهدا امر جنگ میده که بالاخره ردبلشاه به شکست مواجه میشن و اینا داخل کابل میشن، ایده مسلمان میشن. در این زمان است که این مردم های در زمان کیا زندگی میکنند در کابل؟ بودایی هاست، هندو هاست و یک قوم دیگه به نام شیوایی ها میگن که هم فرقی از هندو هاست در کابل زندگی دارن در عبز کابل یا ششکروی کابل. چرا سابق اگه متوجه باشیم ارگ بوده که در ارگ زندگی میکردن پادشاه ها و اعیان و وزرا و حکما، در کمربند دوم پیشورا و تاجرا، کمربند سیم این مردم عادی زندگی داشتن که در اینجا امی برهمن ها بودن و بودایی ها بودن و شیوایی ها. وقتی که جناب عبدالرحمن مسموره پس میره به طرف عربستان در اینجا برای یک ایده مبلغین هم میمانه که برای دعوت به اسلام برای مردم و ایده قسمت خدر و پنجش ها جا به جا میشازن. در نمیجه که در یکی از شب ها که بنام شب غفلت معروف است اینمی هندوها و برهمن ها و شیوایی ها حمله میکنن تمام مبلغی نمیجه و درجه شهادت میرسانن که شهدای صالحین این منطقه اونمون شهدای کرام است که تقریبا 1400 سال قدامت داره که از 1400 سال کم زیاد بنام شهدای صالحین یاد میشه و در هر قدمی ازی یک ولی خدا خفته که بزرگای دیگه همینجا پیشتر وکیل صاحب گفتن از جمله فرهنگی های ما مثلا صلاح الدین سلجوقی، آقای جاوید و دیگه هنرمند های بسیار معروف خرابات ما دمیجا خفتن که انشاءالله با برکت ما پیشتر بله ما شما گفتیم
اینجا خفتن که به برکت روی حبیبش خداوند سر کل اینا رحم بکنه و اینا را جنت فردوس نصیب بسازه. خب بعد از این که وقتی که عبدالرحمن بن سموره پس میره، یکی دی معدوده که با غلبه اسلام و اینا مسلمان شدن، با تاسف مرتد میشن، از اسلام میگردن که دیجا مسلمان معدود بوده. بعد دفعه ثانی یک عبدالرحمن جناب دیگه به نام عبدالرحمن بن اشعث میه که ایجا قماندان امی لیس ابن قیس ابن حضرت عباس رضی الله عنه قماندان یا فرمانده تعیین میکنه که در اینجا فکر میکنم جنجال های زیاد بین مردم کابل و این مسلمان ها درگیر میشه. از تاریخ می نویسه که از سالهای 23 هجری تا 253 هجری این جدلات قریب 200 سال کم و بیش جریان می داشته باشه که دیوارهای کابل هم تخریب میشه، بالای سار هم تخریب میشه و در این زمان امی حضرت بزرگوار لیس ابن قیس ابن حضرت عباس قماندان مقرر شده یا فرمانده لشکر اسلام با دو شمشیر از قهر و غضب می جنگه که باز دمی جایی کس می شهید میشه و بنای اولین مسجد اسلام هم به نام شهید شمشیر علیه الرحمه در این منطقه آباد میشه. بعد از او خب استحکامات دیگه کابل هم کرد با سر جنگایی که در طول تاریخ شده تک تک میشه و که اگر بخیر خدا یاری کنه یک آرامش امنیت عام تام خدای وطن حکم فرما شود که به امید خدا میشه این محلات تاریخی باید دوباره بازسازی شود و تا که ما به من متعقین شدیم که ما افغانزاده ها کسایی که در افغانستان بودیم، در خراسان بودیم، در آریانا بسیار با همت‌ترین مردم های روی زمین بودیم و هستیم. این شهدای صالحین آله هم یعنی یک کرامات دیگر ما دیدیم اینجا وکیل سیب. یعنی شما چی فکر میکنید روز چند مرده رو دفن میکنن؟ یعنی حداقل 40-50 اما دی نمیشه دفن میشن و هر روز ببینیم اگه جایی نیست اما جا پیدا میشه اینا همینجا جا میگیرن برای ابد همینجا میخوابن که خدا سر همشان رحم بکنه. در زمان امیر عبدالرحمن خان فکر میکنم که اینجا مراسم چی هم برپا میشده اگه به یاد شما باشد نوروز در این بابا چلگزی که شما گفتید بابا چلگزی نیست، در این همینجا امیر عبدالرحمن خان مراسم نوروز برپا میکردن و مردم برای میله ها میامد، در این محرم هم در این منطقه جهنده های مبارک میاردن و میارن. بعد از او باز امیر عبدالرحمن خان به خاطر ازی که مرده ها زیر پای میشه به حرمتی میشه بازی را جیر انتقال داده امیر دوستومات خان بردش در کوی آسمانی. کسب با اجازهتان شما پیشتر در لابلای صحبتهایتان از تشکیل یک کمیسیون یاد کردین. بله. و در خارج از افغانستان و مخصوصا در خود داخل افغانستان هم یک تشویش امگانی که وجود داره است که در جریان جنگ های تعمیلی بخشای از کابل مخصوصا کابلی که فعلا اصل کابل همین منطقه است و ایران شده و مردم ما تشویش ازی دارن که آیا بالاخره این پس به اون بنای قدیمی که بود دوباره اعمار میشه یا ای که و ایران میشه و یک چیز دیگه آباد میشه. در این رابطه هم اگر شما برای بیننده ما یک توضیح بدین. مثال لطف کردین مردم کابل شاعر و گفته کابلی قشنگم کابل شاهان کجاست، کابلی قشنگم کابل شاهان کجاست، دلیر و جوان مرد یارانت کجاست، چی شد بابای برق حاجی عبدالعزیز لنگر زمین، چی شد بابای برق حاجی عبدالعزیز لنگر زمین، آن آلف عارف عرفان یونس حیرانت کجاست. نمونده مردم ها یونس کوزاد است فکر میگم میشه یونس حیران از کوزاد است. آره یونس کوزاد. آه و این براتان بگویم که برادر در شهر کابل میر به آقای کرزی در خود ریاست جمهوری برش گفتیم، پیشتر هم گفتم آلم که خود کرزی صاحب امر حفظ منطقه را به نام شهر تاریخی کابل داده و کمیسیون خودش تعیین کرده که 14 نفر عضو از کمیسیون است که هر کدامش از وزارت تجارت است، از پانتون کابل است و رئیس کمیسیون خدا برکتش بده آقای نصرالله استانکزی رئیس کمیسیون ماست که مشاور حقوقی آقای کرزی است و استاد پانتون کابل است، او رئیس همی کمیسیون است و کابل ما یه طور یک قدامت داره که پیشتر آقای غوزالمی لطف کردن گفتن که 1400 چند سال قدامت تاریخیش است و در اینجا بسیار مردایی است که هر منطقه ازی یک نام داره.